سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و ادامه آلن ویک 2 که اگه قسمت قبلی رو دیده باشید یک قسمت بسیار باشکوه و عجیب و غریب داشتیم که توی اون یک کنسپت داشتیم از آلن ویک که خب اگه به متنی که ترجمه کردم و زیرنویس کردم دقت کنید می‌بینید که داره داستان زندگی آلن ویک برام میگه که آره بچه بوده خیلی به داستان نوشتن علاقه داشته، بعد رفتم تو این قضیه اومده جلوتر و جلوتر و این داستان‌ها میگه من نمیخواستم واقعی بشه ولی واقعی شد و یه جورایی مثل که این چراغی که دستمونه این چراغ رو میگه مامانم بهم داده، یه همچین چیزایی میگفت اون نوشت توی متن ترانه‌ای که میگفت، یه جورایی مثل که این از بچگیش یه ربط خانوادگی داشته به این منطقه. ولی خب توی وسط قبل رسیدیم به آلن، بریم ادامه بدیم حالا به کجا بریم دیگه. هدفمون الان چیه بذار ببینم؟ هدفمون اینه که استودیو رو ترک کنیم. بریم ببینیم چیه. It was all about me. همش در رابطه با من بود. این نمایشی که دارک پلیس داشت را مینداخت، من کنترل روش نداشتم. میدونستم که خودم چقدر گم شده ام تو این ماجرا. تلفن داره زنگ میزنه. تلفن سکه داشت زنگ میزد و اون تماس گیرنده مرموز دوباره میخواست با هم صحبت کنه. آلن ویک، میدونی من کیم؟ از کجا باید بدونم؟ این همون اعصاب خورده معروفه. خدا رو شکر که من پاپاراتسی هستم. تو همش داری مسخره بازی داره من در میاری به جایی که بهم بگی کی هستی. پس یادته؟ وای لعنت، یادت مونده؟ آلن گوش کن چی بهت میگم. بگو ببینم چقدر یادته از آخرین باری که اینجا بودی؟ رفتی به پارلمان تاور؟ اونجا چیزی پیدا کردی؟ آره، آلیس در خطره، اسکرچ داره میره سراغش و یه نوشته دیگه پیدا کردم. اینه که اینیشیشن اسمش نبود، اسمش ریترن یا بازگشته. من یادم نمیاد که اینو نوشته باشم. بازگشت پسر، این دقیقا همون چیزی که ما دنبالشیم. اسکرچ نباید این نوشته رو داشته باشه. زنده موندن ما، نجات یافتن کل کهکشان ها به این بستگی داره. بیا پیشم به هتل اوشن ویو. کلید اتاقمو برات گذاشتم اونجا کنار یه تلفنه، یادت باشه. دارک پلیس تو چرخه ها و مراسم ها کار میکنه. اگه موج ها تو رو به عقب زدن، تو باید یه راه دیگه پیدا کنی که وارد شی. ما بایستی با جریان این اقیانوس بریم جلو. میبینمت به زودی داداش. The Ocean View Hotel. آبریم هتل اوشن ویو. دعوت عجیب غریب. ولی دقیقا روبرومونه اینا چه؟ اوشن ویو هتل. من هم استیک کال. My destination. من داخلش ببینم چه خبره. آره بریم بابا. وک. گفت که چرخه است. چرخه میخواد بارو برگردن به چیز. اون تماس گیرنده چی گفت؟ گفت اگه موجها تو رو عقب زدن یه راه دیگه پیدا کن. برعکس بریم. نمیتونستم رد شم. خب وایس. شاید پشتش ببریم. چراغ روشن کن. بالا مالاهاش چیزی نیست. یه چرا دیواراش وا رفته. With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance. میگه من با چیزی که داشتم، تنها راهنمایی که داشتم نشانهای نیانی بود که تو محیط بود. خب نوشته نشانه های میرور پیک رو دنبال کن. میرور پیک کجاست؟ خب من که نمیفهم منظورش چیه. اونا میرور پیک باید بریم از اون ور دنبالش کنیم. آه
حضور تاریک اون برونه، اون داره منو شکار میخواد بکنه. اون جاسوساش همش داره ما رو نگاه میکنن، اون داره سعی میکنه منو بگیره فکر کنم، ولی یه بار منو گرفته. اون داره ازم دزدی میکنه، داره هویتمو میدزده. اون میخواد من بشه، میخواد جایگزین من بشه، یه گزینه پیچیده از من، مستر اسکرچ اون، آقای اسکرچ. اون داره داستانو از هم پاره میکنه. وقتی وارد داستان بشه باید چه استفاده کنم و داستانو واقعی نگه دارم. بعد به مرز که اون وارد شد داستانو تاریک تر کنم تا بهش قدرت بدم، ولی من اینو نمیخوام، ولی انتخاب دیگه ندارم. این یه مسابقه تسلیحاتیه، باید خودمو جمع کنم. لعنتی، این اولین بار خواهد بود که من از خط پایان رد میشم. داستانی که داشتم میساختم ظریف بود و مدام تحت حمله بود. وقتی برای تلف دادن نداشتم، همیشه دارک پلیس یک قدم از من جلوتر بود. این دفعه شاید من بتونم به خط پایان برسم زودتر از اون و بیام بیرون از توشه. من توشه یو اینیشیشن فرقه پنگ کنید رو بیانی اینجا مش نوشته است. اینجا همون خیابونه نیست که زدیم؟ آره دیگه همون خیابونه است، ولی اینجا باز شده، همون خیابونیه که الکس کیسی رو زدن توش. وای دوباره اومد. تو قاتل بودی، تو رهبر فرقه ای، تو چشات دارم میبینمش. نه آدم اشتباه رو گرفتی، اون اسکرچه. الان وقت برای دست دادن نداریم، تو هیچ جا نمیری. وای ما زدیم، هر بار ما میکشیمش. من دیگه بد جوری خسته بودم، فقط میخواستم تموم بشه. همش تقصیر خودم بود، همش این مکان تاریکو برای مدتهای زیاد تو ذهن خودم داشتم. بعضی وقتا اصلا فراموش میکردم چه درد اونجا بود، انگار که اصلا باید همینجوری باشه، دنیا پر از درد. من توی مکان تاریک نبودم، من خود مکان تاریک بودم، من به همش انگار یه منشأ بودم برای من و اون نویسنده، ما یکی بودیم. این مکان مدام منو میخواست زیر خودش ببره، میرفت تو سرم، میخواست با تاریکی منو مسموم کنه. من باید یه راهی برای فرار پیدا میکردم قبل از که خیلی دیر بشه، ولی این دفعه دوباره خیلی دیر شد. اتاق 665. اینجا رفتیم دیگه اون دفعه. اینجا رفتم یه بار دیگه، نریم. خب اینجا حالا در باز شده، گفته بود برو دنبال اینا. حالا باید برسم خودم به اون یک نیان. از این وقت نمیشه رفت، کجا باید بریم؟ پله‌ها رو باید بکنیم. اوه حرکت ها اینجوری هم میزنه اگه بزنیم. خب خب اینجا نور داریم که اگه بگیریمش احتمالا یه تغییر ایجاد میشه دیگه. اینجا هم که کارتون خوابا هستن، تغییر دادیم. یه پله، یه نردمون اومد اون پشت. من همیشه میگم پله، من همه چی میگم پله. گم شده.
witch. تا جای ممکن به اینا دوری کنیم. اینجا دونه این چیزه هست. اونجا خبریه. سه تا دونه هست. اره چنار! وای آدم واقعیه. وایسا 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 وای نه 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 انفجار زد. بخور چه نمیخوری؟ آماده باش. عدس رو باید فرار کنیم به نظرم. اینا با گوله همونه فقط هدر میدن. برو بریم. هنوز دارم میان. برو از این زیر. بدون برای از جا. اونجا سیف روم داریم. خب فعلا یه سیف کردیم. اینجا دونه این چیزاست. یه جون، یه پلرگان. حالا ببینیم اینجا چه خبره. اینو باید بزنیم. از این برباد بریم. چجوری این بالا که نمیتونه بره این؟ از نرده بوم. خب بایستا چی شد؟ چیز این بالا هست؟ قبلش بایست ممیده چیه؟ این همینجوری اومده رفته اون پشت. چجوری من ببرم اونجا؟ میتونم بپرم پایین؟ نه گوله بزنم میشه؟ نه بیام پایین ببرم. خب این نمیره از این بالا، چیکار کنم؟ یه لول اپ دیگه، حالا بعدا بهش میرسیم. بس بریم. برو بالا. علامت فرقه. اینجا باید چراغه رو بهش نور بدیم تا عوض چه شکلش اگه بخوایم. قلبش اینجا رو نگاهی بکنیم. اینجا چیز خاصی نبود. اینجا پله به سمت پایینه. نگه اینا چی توش بود؟ گوله. اینجا یه دونه دیگه هست. بریم به سمت بالا. آها حالا دو تا دونه بورد پیدا کردیم. ببینیم چجوریه. خب نوشته تاثیر هند فلرینگ که میگه تو دستمون 25% بشه و دو ثانیه بیشتر نگرش داریم. مثلا یه دونش اینه. این یکی رو به نظرم بخریم. تاثیر تروما پک ها افزایش پیدا کنه 10%. این یکی اینه که 5% بهمون شانس بده که گولمون مصرف نشه. طبعا هر چی برنش بالاتر بیشتر میشه دیگه. 10 تا گوله که بزنیم یکی شات حساب نشه. خب اینا هم زدیم، برگردیم.
حالا بذار اول برم توش ببینم چیه، چون ما باید برسیم با اونجا، بعد عوضش میکنم با اون نوره. اینجا کجاست؟ اینجا یه نورم اینجاست، بسیم اون نوره هم بگیریم. اینجا در هست، یه علامت هم اون بره. خب اونجا رو چجوری باید برسیم بهش؟ از این بر که راه نیست. حالا وقتش که اینو عوض کنیم چی میشه؟ یه در جدید داد. حالا در باز شد. حالا میتونستم هتل اوشن رو ببینمش، داشتم نزدیک میشدم. این چی کار میکنه؟ بهش نور بدیم. عوض نشد. این یه قدرتیه، این قدرتیه، میخواد بارو بترسونه. نمیدونم چیکار کنم، با این برم یا با اون. من الان چیزام پره، نورام پره، فکر نکنم نیاز باشه اصلا اونو بگیرم ازش. این برای اینه، این برای این بود که اینو به دستش بیارم. خب این لول آپ رو میذاریم روی این که 50% شانس این باشه که ما با کشتن دشمن ها بهمون چیز بده، باتری. این هم ثبت شد. اینجا ها چیزی نبود، نه چرا اینجا ها چیز داره چشمک میزنه. یه شاتگان، واو جالب شد. شاتگان تمیز، چجور باید بازش کنیم؟ چرا میگه قفله؟ اینونتوری فول؟ حالا فهمیدیم این چیه؟ اینونتوری میگه فول. حالا اینجا فکر کنم اونجایی که باید از چیز استفاده کنیم، از اون جعبه نمیدونم چی. خب حالا بس پس بریم یه جایی که سیف هست پیدا کنیم، بالاخره فهمیدیم استفاده اون جعبه کفش چیه. یه دونه صندوق چاست، شاید این الان چیزمونو ببره. وای نارنجه که فلش بنگ، او بیبی این جالبش کرد قضیه رو. فلش بنگ برای فقط باس فایت، جایی که دیگه واقعا ندونیم باید چیکار کنیم. سیبمون کجا بود دقیقا؟ خب این نزدیکی ها رو بریم به داخل، شاید یه سیف پیدا کنیم. خب من رمزی نکجا الان بدونم. خاموشش کن تا بفهم منظور چیه. من رمزه با نوری چیزی یه جای اینجا ها نمیشه شده باشه هست. شاید این تو باشه، بذاریم از روی این اینجا ها رو نگاه کنیم ببینیم شاید اینجا یه اطلاعاتی داشته باشیم براش. خاموشش کن. آره منوی این باره. خب مثل که مثلا بعض از حروفش باید یه معنایی داشته باشه. شاتگان $19 بار منیو. خب ببین اوشن ویو کاکتیل 25.50 احتمال همینه رمزش، مال همون هتل 25.50. اینا اوشن ویو کاکتل. حالا من جا ندارم شاتگان رو برم، اصلا داره خورد میشه. اینو برش بده مشکل نداره. نایت سپرینگ همون بیرونه، آرامتر. عکس های رو دیوار چه قضیهش؟
یه قواس از زیر دریاچه یه چیزی آورده. دورم اون قواس. دوشت قطار تونله. بریم بالا. ۶۶۵ کلید بنداز. اتاق خالی بود به جز یه پروژکتور. بازی های بیشتر. آیا یه پیغامی توی این بود که باید اجراش میکردم؟ مرا پخش کن. وای ببریم توش. اینجا ایسی نبود. در این معبد سایه و مه یه پنجره هست و یک زمینی، ولی هیچ دانستن اینجا وجود ندارد. آیا من اینجا ایستادم یا دارم میدوم یا زانو زدم؟ تو همونی بودی که با من تماس میگرفتی؟ Indeed. بله. I'm Tom Zane. من تام زینم. Welcome to the house of Zane. به خانه زین خوش اومدی. The poet. تو همون شاعر هستی؟ همونی که میرفتی زیر آب قواسی؟ You look like me. How the hell? تو چقدر شبیه منی؟ آخه چطور؟ You look like me. یه شاید تو شبیه منی. ای شیطان خوش تیپ. The diver was a beloved character I played in one of my films. اون قواسه یه کاراکتر بسیار مورد علاقه بود که من توی یک فیلم هام بازی میکردم. من فیلم سازم. یه آتور بسیار پر چه میدونم پر جایزه. آتور یعنی کسی که سبک صاحب سبک. من یه جواب نیاز دارم. چرا بازگشت اینقدر مهمه؟ آلن تو همیشه همینجوری خسته کننده میشی. بیا بذار من رویاتو درست کنم. نه بذار نوشیدنی برات بیارم. ما تو این قضیه با همیم. دو تا هنرمند با هم دیگه همکاری میکنیم. یادته کلید فرارمونو درست میکنیم. در کنار کتاب پایانی تو یعنی ریترن که یعنی بازگشت، منم فیلممو میسازم. Sharing our life-altering visions, a melding of higher. و اون دیدگاه‌هایمون که میتونن زندگی هر کسی که اونا رو بخونه یا ببینه رو عوض کنه رو از طریق این همکاری مشترک بهشون منتقل میکنیم. ما رو به سطح بالاتر میرسونه این قضیه. Dreaming up our transcendental work of art. و این حرکت هنریمون رو به یک سطح ماورایی برسونیم. Here. اینجا. In this room. توی این اتاق. میگه من یه روانی هم یه سایکو هم. بهت گفتم که من به اون چراغ نیاز دارم. اسمش بازگشت چون قراره برگردیم. I
And that is how the magic و اینجوریه که جادو اتفاق افتاد. بابا این مسخره بازی رو تمومش کن. آلیس تو خطره. من به یه صحنه جرم دیگه نیاز دارم که جلوتر برم. من باید برم به برج پارلمنت. اسکرچ خواهد بزنم صدمه بزنه. زن تو تو نیویورک الان جاش خالی مشکلی نداره. ولی اسکرچ خواهد از طریق اوورلپ بهش دسترسی پیدا کنه. بازگشت کلید فرار از دارک پلیسه. تو باید قبل از اینکه اون ما رو قبل از اینکه اون عوضی بهش برسه تو باید بهش برسی. یه صحنه جرم توی همین هتل هست. بذار که موجهای نوشتن تو رو برسونه به اونجا که قطع اتفاق افتاده. وا جسی فیر آورد از بازه کنترل. اونا دارم میان سراغمون. اگه کسی پرسید تو اصلا اینجا نبودی. Thomas Zane had ended our talk and what felt like a paranoid fit. داشت یه حرفای پارانویدی میزد. من ببینم که چی داشته میگفته. اون گفت یه صحنه جرم دیگه توی این هتل که میتونه بهم کمک کنه بتونم از اینجا برم بیرون. ولی خب بعد بنویسم تا بتونم برسم به صحنه جرم. کد داریم اینجا. An idea nagged at me. یه ایده به ذهنم رسید. I could almost reach it. که تقریبا میتونستم بهش برسم. خب این سیاهش کجاست؟ این بره. ببینم از اون ور بیایم. چجوری برم از اون ور؟ برم از اون پشته. یک سری نجواهایی از بیسیم پلیس هم شبها من از خواب بیدار نگه می‌داشت. کلماتی که انگار از یه جای فراتر می‌اومدن. یه قتلی که در پشت اجرای یک نمایشنامه‌ای اتفاق افتاده بود که نمایشنامه‌اش در رابطه با یک فرقه قاتل بود. داشتن یه نمایش قتلی اجرا میکردن پشتش یه قتل اتفاق افتاده بوده. چقدر واقعا میتونست واقعی بشه. میگه کرکتر ما در حالی که به دوربین نگاه میکرد گفت آخه چقدر ما میتونیم متا بشیم. متا وقتی میگه یعنی فرق بین واقعیت و غیر واقعیت یکی بشه. اینکه یک نمایشنامه بوده که در ارتباط با قتل بوده دقیقاً پشتش قتل داشته اتفاق میفته. میتونستم حضور فرقه کلمات و رهبرشون آقای اسکرچ رو حس کنم. پس فهمیده که ما نیستیم پشتش. یه سری شعلهای البته اولش سری شایعه های وجود داشت که کسی که پشت این فرقه است آلن ویکه. ولی خب الان فهمیدم که اسکرچه. هتل مکان مناسب بوده برای یک داستان از الکس کیسی. پس مسیر درست دارم میرم. میتونم الان داستان از الکس کیسی بنویسم که میره سر صحنه اون قتله و ما هم از طریق اون صحنه قتله میتونیم یه اوورلپ ایجاد کنیم بریم بیرون. هدف اینه که ما یه اوورلپ دیگه ایجاد کنیم. باید دارم کار رو از ورودی هتل شروع کنم. لابی ورودی هتل جای خیلی خوبی بود برای شروع داستان. جایی که مقتول، قاتل و کارآگاه وارد می شدن. یه ایدهی به وضوح یک تصویر برام اینجا منتظر بود. اینا اکوه رو میگه. خب الان یه ایده میخواد به اون برسه که داستان رو بنویسیم و مسیر رو برای خودمون ببریم جلو. یه مپ هم پیدا کردیم. خب شما کارگردان این نمایشنامه بودید؟ بله 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 خودم هم. این نمایش ما میگه والا این نمایش ما از همون قبل از اینکه بخوایم مراسم های فرقه ای رو هم بخوایم توش نمایش نامه نویسی کنیم و اینا انگار یه جورایی نفرین شده بود. The cult is an immersive theatrical experience. یه این نمایش ما که اسمش هست فرقه یه تجربه نمایشی خیلی غرق کننده است. بله خب بعد بهم توضیح بگی دقیقاً معنیش چیه. تئاتر غرق کننده یه نمایشی که خب اونایی که بینندش هستن هم جزی از نمایشن و بعد توش حضور داشته باشن. نمایشی که در کل هتل اجرا می‌شده. The cult is
نمایشنامه فرقه یک افسانه است و تنها نمونه نوشته شدهش دیگه اصلا از دست رفته و تا به امروز فقط اون شرکت هایی که تئاتر درست بکنن اینجوری کلامی چیزایی از اون نمایشنامه رو یادشونه و هر کمپانی فقط یک بار اجراش میکنه چون مثل که این نمایشنامه یه قدرت ویژه‌ای داشته. Playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. ما میگه توی این نمایشنامه مثل مش بچه‌های بودیم که داشتیم با این تخته احزار اروا است که مشت حروف روشه. اینا داشتیم با اون بازی می‌کردیم. ولی خب وقتی شیطان رو فرا بخونی خب اون میاد. The pre-show ritual. نمایش set it up. خب الان بستی مراسم قبل از اون نمایشنامه رو اینجا توی این صحنه استفاده کنیم و اجراش کنیم ببینیم چی میشه. ببین اینجا توی پلات بوردمون اگه بذاره حالا هم بایستی جرم رو حلش میکردیم هم اجراش میکردیم دیگه، همونجور که هر نویسنده کتابهای جنایی باید انجام بده. اول باید یه قطر رو بندازه و بعد بره با کمک چه میدونم اون کارگاه باوشش حلش کنه. خب اول نمایش قبل از چیز رو اجرا میکنیم ببینیم چی میشه. نوشتیم الان. خب کالت بیا این نمایشنامه کالت layers upon layers. لایه بر روی لایه نمایشنامه در رابطه با یک فرقه قاتل که در واقعیت در حین اجراش یک فرقه قاتل هم واردش میشن. همه دعوت هستن به پیش نمایش مراسم در باله روم، اتاق باله. اینجا آدم نمایش زده بود که کجاست دقیقا. آوریم به سمت اتاق باله. اگزیت که اون بره این به نظر مثل اینو سیف روم باشه دقیقا، ولی اینگه به در من نمیخوره. آف این علامت اتاق فرقه است. اینجا در نیمه باز بود. یه دونه از این چیز هست ولی این که باز نمیشه احتمالا این بعد باز شد. آب جون و باتری دره چیه؟ این هم باز شد. چه نور عجیبی. آب یه پلرگانه دیگه. این سایه داریم. من باید اتاق بالا رو پیدا کنم. اتاق پایین راه رو بسته بود. اونجا اتاق مهمی به نظر میرسید. یه اتفاق وحشتناک اونجا قرار بود بیفته. اونجا صحنه آخره. نه بریم توش سمتش فعلا. واقعی هم معلوم هرچند نزدیک تر بزنم اون لیول آبی که کردم قوی تر میشه که بوله هر نزدیک تأثیر بیشتر بذارن. خونشون هم میرده زمین؟ نه اینا خون هرن اگه اینا سایه هن. اینجا یه در دیگه است. اینجا کلیدش ندارم. اتاق 104 اتاق 101 همهش کلید میخواد. این هم یه علامت اتاق 103 ولی نرو واردش بشیم. اتاق 106 اون پشته. همون شد دوباره. چه از این برمادیم چه از اون بر. اینجا به نظر مهم میرسه. بذار ببینیم. اینجا الان ما یه صحنه دیگه فکر کنم پیدا کردیم. آره آره اتاقه رو پیداش کردیم. حالا ببینیم نمایش اون فرقه توی این صحنه چه تأثیر ایجاد میکنه. صحنه با داستان تغییر کرد.
The prop room had been changed from room 104 to room 225. اتاق تدارکات و این چیزا از اتاق 104 به 225 تغییر کرده. The troop were busy building their own wicker man. خب. Where they themselves would be sacrificed. میگه گروه اینقدر درگیر این بودن که اونا رو مثلا تو نمایش غرق کنن، حواسشون نبود که خودشون قرار کشته بشن واقعا. خب ما اول باید اتاق 104 رو بررسی کنیم، بعد میام اتاق 225. خب اینجا اتاق پراپ، یعنی همین تجهیزات فیلمبرداری این حرفا. اینجا لوت داریم، هیچی توش نبود. لوس بعدم میال دید هیچی توش نیست. نه هیچی. خب چه گذاشتیش اونجا خالیه؟ خب حالا فکرم عظیم تو میری تو اتاق دیگه. آره دقیقا اون تو اتاق سیف. الان اومدیم دقیقا به هم وصل شدن دیگه، تونستیم بیام دویست طبقه دوم فکر کنم. این واقعی بود. عوضی خب من برای چوتاق چند شما این علامت زده برو توی اینا. دویست و سی یک. خب یه ویدیو جدید نایت اسپرینگز، یه مکان ویژه مثل یک فضای قابل تغییر که در واقعیت‌های موازی قرار داره. بعض وقتا شهر کوچیکه، بعض وقتا شهر بزرگ. هر بار که قدم میذاریم توش مسیر شکلش عوض میشه. با این حال یعنی مثل یک رویای نیمه فراموش شده همیشه برامون یه جورای آشنا به نظر میرسه. Dark Place. اینا داستان هایی هستن که اونجا شکل گرفتن، داستان هایی که تاریک، وحشتناک و قلب شکنند و هیجان انگیزند. بعض وقتا همه این مشخصه ها رو همزمان داره. یه فصل ترسناک دیگه که به نویسندگی آلن ویک اتفاق افتاده و منم وارلینگ دور هستم، مجری این برنامه. به زودی میبینم اتون. خب اینجا احساس کنم قرار تغییر کنم، از زیری رد چی منوی جایی روشن کن. اونو دیدیمش، حالا بریم این تو بینیم این تو چه خبره. Shit! بابا درب! باگ دارا! هرچی اله دو میزنه اصلا بعض وقتا هرچی گوله میزنه اینجوری جوری میکنه نمیشه. واقعا میگم خب یعنی چی؟ بریم این برد چیکار کنیم؟ آه یه چیز اینجا دیده تا بخواد بیفته. صدای چیه این؟ اینجا دونه این چیز هاست. بلاشو بردار، یه دونه اینونتوری به اون بده بابا. اینجا دره، شاید این دره به اتاق بغلی بره. خب اینجا داشتن تعمیرات انجام میدادن مثل که، ولی یه دونه اینجا
او بیبی اینجا داشته باش. حالا نگاه کن الان اینونتوری اون فوله دیگه. یعنی چی؟ ای بابا اینونتوری بعد رقم پر شده. پس به اون میخواد بفهمونه که اون باکس شو باکسه برای چیه. خب من هم اینجا سیو ببینم خالیش کنم تو شو باکس سه چیزایی که زیادی هست و حالا برداشت همه رو. خب حالا به کدوم سمت بریم؟ بریم این ور دیگه. یه مپ دیگه؟ نه این مپ دیگه داشته. خب اینجا کجای ماجراست؟ اتاق 202 برای حفظ کردن مکالمات اونجا گرفته شده. شاید به بازیگره یه رفت داشته باشه اینجا. بزنیم داخل. باز نمیشه. از این ور نمیشه بازش کرد. ولی شاید از اون ور بشه. اینجا در نیمه باز داریم. خب یه دونه نایت چیز دیگه. دکتر چیز. این همونه که توی کنترل بود. غیب شد. خالی. کفش، کت شلوار آماده. اینجا اتاق دکتر دارلینگه. مثلا میخواد بگه اتاق خودمونه. این علامت پرچم آمریکا و یه زنی داره مطالعه میکنه و خیلی میخوره که اتاق دکتر دارلینگ باشه. خب اینجا هم که چیزی نبود. رو اینجا هم چیز خاصی نیست. این تو چی؟ اینا صحنه جرم بوده. از اون طرف قفله. داره صدای چیزه میاد. صدای کلانتره. اتاق شماره چند؟ 209. ندارم کلیدشو. مرد اینگه چه مدلش بود. خب از اون بر باز نمیشه. از این بر نمیشه. اینجای درمی درش چیزیه. اتاق 216. از این بار باز شد. خب چیکار داشت میکرده یا روی جا یه دونه این چیزاست. گوله و تارما پک پیتزا. خب این کلید اتاق چند؟ 209 رو به دست آوردیم. اینو دوست دارم بزنم چی میشه. واقعا که بازی که فیزیکش درجه یکی برای اینجا کار نکرد. خیلی عجیب بود. 209. اطلاعات بیشتر. سلام علیکم. تیم بریکر. تیم بریکرم. اگه یادت نمیاد البته. نه میدونم. من حالا بیشتر دارم به یاد میارم. خب خوشحالم که میشم مرد. خب پس دیگه داره چرخه تغییر میکنه دیگه. اینجا کلی تجهیزات بعد بذاره مثلا برامون. اینو باز کنیم. یه دونه گوله برم داریم. اینجا میخواد یه دونه مپ بهمون بده. ببینید در واقع چی شد. اینجا دقیقا تو مپمون داره میبینیم. از 104 بریم داخل. از اون بر طبقه دوم میایم بیرون. این بود نکتهش. اینجا ببینیم اطلاعات چقدر بیشتر شده. خب اطلاعات جدیدی که اضافه شده اینه که اینجا نیویورک جدیده ولی بیشتر شبیه یک برزخی میمونه. آیا آقای دور دروازه‌بان اینجاست؟ یعنی کسی که مراقب کی بره کی بیاد یا نه میخواد بره جای دیگری؟ میخواد بره هر جایی؟ و همین اطلاعات دیگه خاص دیگه بهش اضافه نشده. ولی مثلا گفته اون موقعی که گفته بود حقیقتا اینکه هیچ حافظه‌ای ندارم بعد اضافه کرده until now تا الان درست شده دیگه. دارم میفهمم مثلا حافظم از بین نمیره. How's your search for Mr. Door going? جستجوت برای آقای در چطور پیش رفت؟ خوب پیش نرفته تا الان. Dream. این رویا putting a lot of roadblocks in my way. آره این رویا کلی موانع تو مسیرش که من بخوام اون مسیر اصلی رو پیدا کنم.
حتی فکر کنه این رویاست. نه ولی هنوز مطمئن نیستم چون رویاهای خودم همیشه خیلی روشن و واضح بودن و رویاهام تا لحظه که از خواب بیدار میشدم خیلی خیلی واقعی به نظر میرسن تا اینکه یه دفعه خواب میپریدم و میدونستم توی رویا هستم توی رویاها من معمولا یه نفر دیگه هستم یه شخص دیگه با یه اسم دیگه که در یک زندگی دیگه زندگی میکنم در دنیای دیگه ای انگار که دنیاهای موازی هن ولی یه سری چیزها هستن که هیچ وقت تغییر نمیکنن مثلا در آقای در این آقای در چه عوض نمیشه تو همه رویاها هست این نوشته که کشید میگه این نقاشی کشی دقیقا شبیه همونه که من به عنوان موجودی نمایش میشناسمش تمام چیزی که من میدونم اینه که این دور یه ربط به اتفاقی که اینجا داره میفته داره و میدونه که منم میدونم و یه جور عقل کل دگر آزاره که به خاطر که میدونه منم میدونم میخواد منو شکنجم کنه جام چیز نبود همه اتاق هم یه حموم و دستشوی ترتمیز دارن و جداه قشنگ بزرگ جدا اینجا دیگه چیز نیست بریم اونجا چیه بال روم ما میخواست بریم تو اتاق بالا دیگه قبلش مپ رو بذار باز کنم یه لحظه ببینیم ما هر اگه جلو بریم اینجا دونه علامت سوال داریم ببینیم چی اون علامت سواله اتاق 219 باز میشه صدا اول چیه؟ اینجا الان کجا هست هم داریم میریم 22 اینجا جایی بودی که قبل از نمایشنامه دوره هم جمع شده بودن و چیز کردن حفظ کردن نوشته هاشو اینجا جایی که شروع شده خب الان اینجا بتونیم یه دونه چیز بهش اضافه کنیم یعنی الان اینجا یه دونه صحنه به دست آورم نه فاینال سین نه ریهرسال خب ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده بوده میگه من صحنه رو تغییر دادم بعد اون صدا گفت که یک مراسمی که تو را هدایت کنند آخه حالا چرا نمایشنامه رو توی یه هتل گذاشته بودی؟ آخه چرا توی این هتل؟ نه میگه اینجا بخاطر که ارزون بود اینجا رو انتخاب کرده میگه نه اوشن ویو هتل اوشن ویو عالی بود برای کاری که می‌خواستیم بکنیم گفتش بود که این هتل جن زده است داستان‌های تاریکی در ارتباط با قتل و مرگ و خودکشی و این چیزا و ظاهراً یه فرقه واقعی قبلا اومده بود اینجا یه مراسمی برای احضار یه چیزی توی بال روم اجرا کرده بود آره و خب ما هم وقت داشتیم اجراش میکردیم یه حس داشت که انگار ما هم داریم همون کار اونا رو میکنیم آیا ما داشتیم اونا رو کار اونا رو تکرار میکردیم ولی خب یه جورایی از همون اولش عجیب به نظر میرسید خب دیگه گفته بود دیگه یعنی یه کاری که تو دارک پلیس اتفاق بیفته و دنیای ما اون فشار از دو طرف میاره و یه اوورلپ شده بود تو اون صحنه جرمی که توی چیز بوده تو همین هتل اتفاق افتاده و وقتی اوورلپ میشه قتل اتفاق میفته فضا باز میشه که تاریکی بتونه یه دروازه داشته باشه به سمت دنیای ما یا ما بریم به دنیای اونا نزد این بلوما به نظر میرسه بچه جون دارم در رابطه با من نگران باشی در رابطه با اتفاقهای عجیب غریب من چیزای زیاد دیدم اینجوری بله یا هتل جن زده آره این یه دلیل داشته که اینجا انتخاب شده بوده برای این نمایش برای که میخواستن همپوشانه بشه اوورلپ بشه
نبود. یه چیز دیگه نیست نه؟ فقط یکم روشن کنیم، نور بندازیم. چیزا پروازی عجیب غریبی داره اتاقه. خب الان داره هنوز چیز به اون میگه. شاید اینجا بتونیم. خب حالا هانتد اضافه شد. اگه هانتد رو بزنیم به این، یعنی جن زده و نمیدونم روح زده، چی میشه؟ چه تغییری ایجاد میکنه؟ بله رفتیم باز جهت یابی. الان این ما رو مستقیم بره به صحنه قتل. ببینم از این من راه هست. نه همه که فقط تو اتاق هست. اینجا چیزیه؟ نه این دیگه واقعی. یپ بمیر بیا دست سوخت بده. این که جنازه نمیمونا لجاوره. دوستانم جنازهش بمونه کیف کنم از کشتنش. بی پدر چه نوری داره من اینجوری میکنه. خب باز اومدن؟ ای بابا بذار برگردم، بذار برگردم. شادم بد نباشه اصلا بر نگم. چرا برگردیم؟ بذار ادامه بدیم مسیرمونو بابا. اگزیت ویل کن. اینجا الان اینجا رو کشف کردم. خب میخواستم به اتاق باله. قطر اونجا اتفاق افتاده. ما اوورلپمون اونجاست. اینجا اتاق باله است. بعد بریم هانتت بزنیم رو اتاق باله. ببینیم چی میشه. اینجا سیو دیگه هست. بله. بله. اتاق باله یه صحنه کلیدی قرار بود چه اتفاق بیفته. اتاق 101 هم به دست آوردیم. حالا دیگه الان داره تحریک مون میکنه بریم پایین. ولی بذار اول چه خبره اینجا. کم نگاه میکنیم اینجا رو. نه نمایشنامه اینجا قرار بوده اجرا بشه. حالا میام اینجا وای میسم صحنه رو عوض میکنم. بیا باله روم هم اومد. باله روم اول میزنیم رو مراسم ببینیم چی تغییر میکنه. ببین الان ما یه متن نوشتیم در رابطه با این اتاق باله که میخواسته مراسم قبل از اجرای اون نمایش فرقه ای یه پری شو بوده، پیش نمایش بوده. اینا به پلی اسکیجول چه میدونم روزایی که قرار بوده پخش کنن نوشته. مثلا قرار بوده سه شنبه برن توی ریهرسال روم که تو اتاق 202 رفته بوده اونجا چیز کنن، اونجا حفظ کنن کلماتی که میخواستن بگن. بعد عدو چهارشنبه هم عدو عوض شده اتاق ریرس هم 202 همش 202 202 202. تا اینکه روز پنجشنبه قرار بوده پریمیل باشه، پری شو ریچوال باشه، یعنی مراسم قبل از اجرای خود شو و در نهایت پریمیر یعنی شروع نمایش که رو همون روز. خب اسکیجولش هم برای همون 2023 بوده. کنارش هم نوشته یادتون باشه که سر موقع عمل کنید، بر اساس یعنی چیز برید جلو برنامه ریزیامون، ماسکاتون همیشه رو صورتتون باشه و عجیب غریبش کنید نمایشو. برای که میخواستم مثلا بیننده رو غرق کنن توی فضا دیگه مثلا یه جورایی. خب مثلا اینو نوشتیم الان. حالا اگه هانتد این چیه؟ ماسکاش نمیدونست. و دقیقا فرقه که توی نمایش نبوده اساس فرقه درخت بوده با همون نوع ماسک ها و با همون کلماتی که نمیدونم ما نگهبانان شایمان حرف ها. اینجا رو زدیم. حالا میخواییم بریم برای صحنه هانتد. اینجا دیگه
اون صحنه که واقعا میخوایم این بالروم رو به یه اتاق روح زده تبدیل کنیم، بنویسیم که روح زده است. وای به نظرم حضور تارک اینجاست. من سیف کردم. I recognize my writer's room on the stage. دارم اتاق نویسندگی رو روی اونجا میبینم. بس یه دونه چیز داره. یه دونه اکو داره. بریم اکو رو اگه بزنیم یه سرنخ جدید به نویسندگیمون اضافه میشه. I almost dreaded the ideas this would conjure up. بعد از ایده‌هایی که میتونم از اینجا به دست بیارم میترسم. صحنه خوبی برای خودتون داشتی. صحنه این اتاق چی بوده؟ ما اینجا بهش میگیم اتاق نویسندگان. میگه اینجا جایی که داستان ما شیطان نشسته و واقعیت رو در حالی که خدا خواب هست بازنویسی میکنه. The devil was our star role. و شیطان ستاره اصلی ما بود و قرار بود یه بازیگر بزرگ بیاریم برای این کارش و اون کسی که اوورده بودیمش داشت متد اکتینگ میکرد اون نقشش رو، یعنی عملا تو همون نقش فرو رفته بود، حتی کاتم که میدادیم باز تو همون نقش شیطان بود هنوز. اون شخص کاراکترش بیرون نمیومد، همیشه صورتکش رو صورتش بود و اسمش هم روی پوسترها خط خورده بود و با ناخون خراشیده شده بود. And who was this? و این سلبریتیه دقیقاً کی بود؟ بذار حدس بزنم. آلن ویک نبود. کاش میتونستم بهت بگم. ولی به نظر میرسه که کاش میتونستم بهت بگم، ولی واقعش اینه که اون ماسک روی ماسک بود. صورتک روی صورتک بود. ولی هر وقت که میومد اینجا همه چیز عجیب غریب میشد. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. میگه بعضی از بچه‌ها میگفتن که فکر کنم خود شیطان رو استخدام کردیم که نقش خودش رو بازی کنه. Mr. Scratch. بله، Mr. Scratch به عنوان شیطان. بله، اون آفریده شده بود که این نقش رو بازی کنه. باید سر این قضیه با کیسی موافقت کنم. خب، الان یه دونه پلات دیویل به اون اضافه شد. اوکی. میگه مسیر شیطان رو دنبال کن. الان فکر کنم اگه بزنم اتفاقی که میفته اینه که اینجا الان میریم دنبال شیطان دیگه. ببینیم چجوریه. بیا الان شیطان رو میخوایم بنویسیم برای این صحنه. ببین چی میشه. یه بخش از داستان وحشتناکه، ولی خب به حال بعد ادامه بدم. بکش بکشی بود برای خودش. اون چیه؟ نوشته من نیست. اسکراچ که داره من مسخره میکنه. او در اتاقش به آن زن صدمه زد. کی ما منظور چه؟ فرقه یا کشته شده بودن؟ دوستانم دارن میان. حالا اینجا وقتشه که نمیری بابا. عجبا اصلا خواه امون نمیدونم بلند شم. خب بعدم نشد. الان اصلا قبل از اینکه بخوام عوض کنم صحنه رو اینا اومدن. باز شروع شد. باز شروع شد. نذار من اصلا نفس بکشم. بابا من نارنجک رو انتخاب کردم. وو همشون واقعی هن. بارا گونه پدرت. میگه شما یک مایلستون جدید تو تروفیاتون رسید توی وضعیت. خدایش من نمیدونم این چه اینجوری میکنه. من میذارمش روی این میره روی فلرگان. اصلا خورد کرا. یعنی یه دونه ترومپک بخور. این پرشه اینا رو بکشمشون. نگو که اون همش برعکس. یا راسکی تو اینجا دیگه وای میگیره منو میزنه زمین. به خدا قسم
باید بندازی زمین بابا اینو بکش شو پرخو سری بعدی به جلو داستان تا عبد ادامه پیدا نمی کنه تو ببینی اوه ترسناک بود ولی اینجاش الان میدونی چی شد من اصلا قرار از که الان ما دوباره مردیم دیگه قرار از که بزنم اینو دیدم واسه کجا اینجا داشت اشاره میکرد هنوز من دبینو نزدم که اینا اومدن خب این خیلی چیز مهمی یکیش اینه که تمام ریسورس ها و چیزهای مهمه که روی مپ باشه و من حتی بهشون نرسیدم و به اون نشون بده این خیلی مهمه برای واکترومون ولی این یکم یه ردیف به اینونتوریمون اضافه کنه شاتگان رو میتونیم برداریم این یکی یه دونه به فلشلایتمون یا چراغقوامون اضافه کنه به نظر این مهمه که مپ رو به ما نشون بده مپ توریستی حالا مپ رو نگاه کنه تا یه چیزای جالب‌تر می‌بینیم دیگه نگاه کن چقدر مثلا کانتینر نایده بودیم تو اتاق 209 دونه پوینت آف اینترست بوده اینجا رو بکن هانتد ببینم چیه اینجا هانتد نه دویل خود شیطان باز اومد من میرم سر اون تو این برم تو یه دونه فلش بک وسط اینا بندازم اول سیف کن اول سیف کن فلش بک آماده اینو بزن زیبا از اونجایی که نمیدونم اینا حالا واقعی یعنی مرده بزن کم روش نور بزنم یای اینا واقعی نیستن بابا هره که سرستا میکنم فقط وای بکش بکشی بوده هره من هیچی ننم چجوری با اونا به جنگم بذار بریم اتاق دیویسون رو چند بود این هستش شاید این مهمون بتونه بمشتی همه چیزاش هم باز کردیم دیگه چی میخواد به ما بده این همه چیزها بازه حرف نداری؟ نه حرفی هم نداره بدبخش شدیم رفت هیچی نیست اینجا خب به اون گفتم برو اتاق قطر رو پیدا کن اتاق 665 یا اینجاست اینجا که نمیدونم چی چیه بذار همینجور بریم الان اینجا دونه علامت سوال اینجا داریم اینو میتونم بهش برسم اینجا رو برس شو ماهی نسته هسته اینجا بوله فقط دو تا دونه دارم بله جای اتفاقای بدرقه هم میفتده یه اتاق سه به دیگه اینجا داریم اینا هم کشته شدن اینجا هیچ اینجا نیست که من لوت کنم بکنم گوله به همون بده بدرقه ببینیش گوله بسازیم اینو باز نمیتونه بکنیم ظاهرم از تو همین اتاقه یه جوری بریم طبقه پایین بزر ببینم چجوری باید یه دری باید باشه بازش کنیم بریم طبقه پایین از این کارو کنیم این رفتیم طبقه پایین یه طبقه اومدیم پایین اینا خب الان بریم اتاق 101 رو پیداش کنیم وای این بعد بریم سمت 106 اتاق 101 رو پیدا کنیم قفل کلیدش الان نه زرم ها هیچ کاری تو نمیتونم کنم چون گوله نگرم پس چرا باید میسنم اینجا الان با شما حرف بزنم اینجا اتاق چیه؟ یه ویدیو تصاویر سه تصاویری دارم میبینم از دنیای فراتر از کابوس که انگار در اعماق اقیانوس هم یه سری تصاویری میبینم یک سری نجواهایی یک ماهی بزرگ بعضیشون واقعی هم بعضیشون ایده های فراموش شدن نه نه این اصلا خوب نیست این جواب میده ولی اینا میتونن الهام بخش من باشن عناصر داستان من باشن تا بتونم بخش های واقعی تر بنویسم من باید واقعیت رو تغییر بدم تا فرار کنم فقط بنویس آه چیز خوبیه این چیه؟ مسلسل میخواه بمده؟ اینا گوله های چیزی نمیدونم گوله چیه؟ فلرگان 8 تا فلرگان به اونجا اینم گوله عادی به اونده بابا گوله عادی میخوام خوبه
تو 10 تا. حالا که اینجا رو باز کردیم شاید بشه کارایی کرد. خب اتاق 101 که زدیم میریم بیرون. از اتاق 101 که بریم بیرون اینجا داره یه دونه اکو بهمون نشون میده، یعنی من اکو رو انجامش ندادم. همینجاست دیگه، اینجا که بسته است. اینجا انترانس هاله، میتونیم الان شکلش رو عوض کنیم، این دره رو باز کنیم. بیا انترانس هال، اول اونو هانتت بهش میدیم ببینیم چی میشه. الان ترسناکش کردیم دیگه برای خودمون. دیدن سیف باز شدنی. بریم به سمت همین چراغا. معمولا این چراغا رو میشونم به یه هدفی. اینجا دونه از این چیز رو پیدا کردیم، گوله هم به اون داد، شد 16 تا. ما اون دفعه اومدیم اینجا یه چیزی رو نگاه کردیم از پشت این، فقط همون صحنه عوض میشه، جای دیگه عوض نمیشه. خب حالا یه بار بذاری به اینجا شیطان رو بدیم. یه چیزی اونجا افتاد، اینجا یه دونه چیز بده بخونه شیطان رو ببینیم چی میشه. خب حالا شیطان رو منداز روش ببینیم چی میشه. بابا با بخون تو حلقش. اوه برو تو اتاق، برو تو اتاق، نخواستم بابا نخواستم. اه بذار پرسه جونمون، اصلا غیر منطقی، هر چی میزنیش کار نمیکنه. با چی هیل کنیم؟ با این بکنیم که اون ارزش بیشتره. نظرم از اینا مصرف کنیم بهتر باشه. چیه داره من نشون میده؟ مراقب باش، یکی دیگه هم هست. جا خالی دارم میدم. داره چی کار میکنی؟ اوه من دیگه نمیرم اون تو، برم تا اینا میان. خوش با کچی بوده اینجا، مپ رو نگاه کن. خب مپ الان کجا؟ من ما الان اینجاییم. اگه پله بریم بالا یک اون بالاست. این چیزی که خریدم خوبه که بهمون میگه هر جایی بریم چیزی بهمون میده. صدا داره میاد. یه چه اکویی هست؟ من اکو نمیبینم. سکرچ 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 رو همه دیوار رو چه سکرچ. حضور یه ایده جدید اینجا اسم کنم، یعنی یه اکو جدید دیگه دقیقا. خب سیاهیش رو به اول پیدا کنیم، سیاهیش همینجاست. حضور یه ایده جدید اسم کردیم، بگیریم سمتش. آقای اسکرچ، اگه این واقعا همون بازیگری باشه که شیطان رو بازی کرده، خب اونجا هتل الان. و پرسیدم از اتاق از پذیرش که پرسیدم اتاق 666 رو اسکی ایشون گرفته بودن. 666 اون به طور خاص اون اتاقو خواسته بوده و شیطان مثل که مدار شوختب بوده. شایدم نه جدی بوده کاملا، در هر دو صورتش بامزه بوده. بر اساس کارگردان اون بازیگر شیطانه و بقیه بازیگر دیگر میترسونده.
فقط موقع نمایش میمده بیرون و همیشه تو کرکتر بوده، یعنی متد بوده، متد اکتینگ بوده، اصلا عادی با کسی صحبت نمیکرده، نقش شیطان داشته باز میکرده، نقش خودشو. حالا داریم میرسیم به صحنه جرم، خونپاچه همین هاست. 679 اون بره با 666 اتاقای 679 اون بره، برم همونجا دیگه. بعد در دیوارا نگاه کنم ببینم مپی چیزی نیست اینجا. ببینم اصلا این ببینم چی میشه. خب 666 کدومه؟ این که 71 شد دیگه. 75 آره کم میشه. اینجا که برسیم 661 چیز خاصی اینجا نیست. بله اتاق 666 همه رو پکونده. اسکراچ اینجا بوده. میتونم حضورش رو هنوز تو اتاق حس کنم. ای بابا داشتم یه ایده خفن دیگه بهم میرسید. خیلی خوب بیا در رابطه با این کسی که به قد رسیده صحبت کنیم. همین زنی که در میانه و اوج نمایشگاه قد حرف قطپاتی آدم فارسی زنه حرف زنه یادش میره. زنی که در چی بوده؟ بازیگر اصلی نمایش بوده و در اوج نمایش کشته میشه. ما هم باعث افتخار بود که با اون کار کنیم. ما هم پایان خیلی بزرگی بود براش. اون خیلی وقت پیش توی این کار اومده بود. و این زن همیشه ما میگفت که من از قدیم به ما گفت که چقدر علاقه داشت به این نمایشه. این که من متن اصلی نمایش رو دیدم یه بار و توی این مدت هم همیشه با یه نویسنده مورد علاقهش بوده که براش کارار میکرد. آلیس دیگه احتمالا نقشش توی این نمایش این بود. اون پس اتاق 108 بود زنه. آره جایی که قطع اتفاق افتاد. بله اونجا صحنه آخرین صحنه نمایش ما بود. خب پس ببین چی کار کرده بودن. داشتن اینجا اون هر یعنی شاید نمیدونم تو دنیای واقعی تو دارک پلیس داشتن نمایش رو اجرا میکرد که زنی کشته میشه، احتمالاً که تو دنیای واقعی آلیس کشته بشه. به نظر من اینه ماجرا. شیطان وارد هتل میشد، هر چی در صحنه بود و میزد کنار، همه رو میذاشت بیرون تا برسه به عشقش که همون زنه بود که اونجا بود. Turns out he knew her. و به نظر میرسه که مرد زنه رو میشناخت. شیطانه. اصلا اومده بود توی این نمایش که برسه به زنه تا اون زنه رو بکشه. وای اومدش. حالا بودو. لعنتی. ریدم توت. ازم دور شو. بو بو شو مردیم. ای بابا نباید اینجوری باشه. حس بازی رو از ذهن میبره. اشتباه به نظر من اینجوری که بی هدف ما رو میکشه. باید این صحنه اصلا جون رو بذاره کنار، فقط بذاره فرار کنیم که حسش از بین نره. این دفعه مستقیم از این ور میرم شاید دیگه خرابکاری نشه. وای برو 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 برو. با
از من دور شد. اوه اتاقه را خراب میکنه. حضور تاریک دوباره اومده بود سراغم، به سمت داستان کشیده بود که داشتم میبرمش به سمت تاریک شدن. من چون دارم داستان تاریک رو قطریش میکنم، اونم هی فرصت پیدا میکنه که قوی تر بشه دیگه. حالا بریم ادامه بدیم. ورودی. خب صحنه نهایی تو اتاق 108 رخ داده. چبر رو ببین. اینجا دیگه هیچ صحنه دیگه نتونستیم روش بندازیم. کلایمکس رو ننداختیم روی اینجا هنوز. بندازیم اون میادش دیگه. اوجه. The plot changed the details of the world. داستان جزئیات صحنه رو تغییر داد. بیا یه دونه اکو پیدا کردیم. من دیگه خسته شدم از اون آشغال کله که اینقدر سوالای مزخرف از ما میپرسه. این پلیسا هستن که اومدن صحنه قتل رو دیدن. اجازه نمیده کارهای پلیسی خودمون رو بکنیم. این شانس ماست که کله گنده های بالا دستی رو خوشحال کنیم. حالا اینطوری ما میتونیم تا آخر زندگیمون رو بسازیم و بخشی از چرخه داخله بشیم، یعنی از اون آدم کله گنده ها بشیم. آره راست میگی رفیق، خوشم میاد از ایده. با اینا رفته بودن عضو کلاب چیز شده بودن، آقای مستر اسکرچ شده میگه و خدا رو شکر که این بار پیدا کرد ما کمک کنه و اینجور چیزا با اون دارن کار میکنن. جوری که من دارم میبینمش اینه کار تنهای دیوانه بار بوده. به نظر میرسه که احتمالا یه مواد یه معتادی با یه مواد جدیدی که توهم زا بوده اومده زده اینا رو کشته. آره دارن پاکسازی میکنن شواهد. میگیم یه چه میدونم یه معتاد اومده بوده زده بوده کشته بوده اینا رو به خاطر که قات زده بوده مواد جدید کشته بوده. از اون بر شواهدی هم که به مستر اسکرچ اونی که ما قراره به اون کمک کنه و اینا اونا هم قایم میکنیم تو اتاق پشتی. چه میدونم نبیریزمشون دور. هل. این چاقویی که باش کشته شده. ما همه صحنه ها حضور دارم بچه ها. وقتی معلوم نیست کدومش واقعی کدومش غیر واقعی، بعد من بریم سمتشون بزنم اون بعد بفهمیم. اتاق 111 109 8 اون پشته. خب بعد اینجا چیز رو عوض کنیم صحنه رو بکنم. آره اینجا اسمش آخرین صحنه بود. آره اینجا فاینال سین بود. حالا بعد اینو بزنیمش به کلایمکس. پس دویل بزنیم چه شکلی میشه دویل بزنیم؟ چیه؟ اینجا صحنه که رفته بکشه. خاصی نیست. همین کلایمکس رو باید بزنیم تا شاید هم اینجوری میتونیم بیایم اینجا بعد عوضش کنیم. این حالا بازه این دیگه بعد از قطره فکر کنم. ولی چه زمین آب گرفت رو زمین. ای بابا عجیب غریبه. چی نوشته بود؟ مراقب زن باش. خب یه صفحه گرامافون.
واو نشتهای عجیب غریب. باز کن در رو. خب یه شعریه که داره اشاره میکنه هم به آلن ویک، هم به آلیس احتمالا، و هم به ساگا. میگه گم شده در سواحل بین جنگل و اقیانوس، داره کالدران لیک رو میگه با اون جنگله، جغد و گوز. گوز که میشه چیز، میشه ساگا، او جغد هم میشه ما که تو اتاق ما یه دونه جغد هست که بازتابشون داره حرکت میکنه روی سطح آب. در اتاق مرد او به زن صدمه میزند، اما در اتاق زن مرد گیر میافتد. داستان او به پایان میرسد مرد، و داستان زن اما به پایان نمیرسد. این مراسمی که تو را به جلو هدایت کرد، دوستان تو آن مرد را خواهند دید بعد از اینکه تو نباشی اینجا. This was the murder site. اینجا صحنه قتله. Record at the bottom of the bathtub beneath the body. تصویری که من دیدم ظاهرا زیر جسد یه دونه چیز بوده، یه دونه چی میگن، صفحه گرامافون بوده. اینا هم جسد دیگه. این زنه رو کشته بودن. یک قدم دیگه. یه جورایی به خونه نزدیکتر داشتم میشدم، نزدیکتر از هر زمان دیگری. دوباره تو رو دارم میبینم، همون مامور اف بی آیه ساگا اندرسون بودی. من دارم نزدیکتر میشم، دارم حسش کنم. تو بهم کمک کردی که به فرار نزدیکتر بشم، ولی تو هنوز گیر افتادی. کلیکره رو بیار. تو در ارتباط با کلیکره چیزایی میدونی؟ میتونه بهمون کمک کنه. من حضور تاریک رو آخرین بار از بین بردم، تو میتونی دوباره کمک کنی، میتونی پیداش کنی. اونو پیداش کن. من میتونم اونو بیارمش برای تو. من میفهمم، میفهمم داری چی کار میکنی. آیا تو داستان نوشتی؟ آلیس تو خطره. من باید جلوی اسکرچ رو بگیرم. من باید نوشته ریترن رو پیدا کنم و به آپارتمانم برگردم. من دارم یه داستان رو میمیستم که از اینجا بیام بیرون. داستان سرآغاز. اون تنها راهه. و داستان. تو میتونی این کار رو بکنی. تو میتونی دوباره بنویسیش. اون لحظه در ثانیه ای اتفاق افتاد. ساگا اندرسون داشت به من کمک میکرد که عمیق‌تر بشم، به فرار نزدیکتر بشم. اجورایی من بایستی به اون اعتماد میکردم. برج پارلمان، باید برگردم به آپارتمانم، به اتاق مطالعه‌ام. بایستی نوشته ریترن رو پیدا کنم. End of part. خب بچه‌ها، این هم یه قسمت پروپیمون دیگه که رفتیم قتل رو، حالا این دفعه برعکس عمل کردیم. اون دفعه ساگا اندرسون قتل رو کشف کرده بود و بعد ما داشتیم از این برای مثلا توی با آلن می‌رفتیم به سمتی که نقطه اوورلپشون اتفاق می‌افته. این دفعه با آلن ویک رفتیم رسیدیم به اون نقطه که قتل اتفاق افتاده بود و حالا چیکار می‌کنیم؟ با ساگا اندرسون می‌ریم که این قتل رو کشفش کنیم، یعنی تو دنیای واقعیت تو قسمت بعدی. اما مرسی که من بودید، حتما نظراتتون برام بنویسید. تا یه چیز دیگه از همین گیم شو.